به نظرم که هنرمند اگه بخواد که اون چیزی که جامعه احتیاج داره فقط در اون حد کار کنه، در حد جامعه، یه هنر ایستا میشه، یعنی هنر پیشرو نمیشه، هنری که بالنده و رونده باشه نمیشه. در حقیقت هنرمند پیشرو باید اون چیزی که به نظرش میرسه که زیبا هست و اون تکنیکایی رو که خودش حس میکنه بهتر هست، اونا رو باید به کار ببره. در حقیقت باید آلترناتیوهای مختلفی به مردم بده تا مردم خودشون انتخاب کنن. شما تا وقتی که در سطح فکر جامعه کار میکنید به مردم آلترناتیو بهتری نمیدید و این هنر، هنر پیشرو نخواهد بود. هنری است که همونجا میمونه و راه به جلو باز نمیکنه. من در حقیقت باید صدای جامعهش باشه، صدای درد جامعهش باشه، صدای خواسته های جامعهش باشه، مخصوصا در کشوره مثل کشور ما به خاطر اون فشار و اختناق زیادی که هست این صدای هنرمند، یعنی صدا میگن نه فقط خواننده، آهنگساز، نقاش، نویسنده، تمام این قشر باید که صدای جامعهشون باشن، باید درد جامعهشون رو به تصویر بکشن، به کتاب در بیارن، به آهنگ در بیارن، به ترانه در بیارن تا بتونن که این دردها گفته بشه و براش بشه کاری انجام داد. و با وفا که در هر شرایطی فرزندان رشید مجاهد و اشرفیان قهرمان و مقاومت خودتونو تنها نمیذارید و عزم خودتونو جذب کردید که بازو به بازو تا روز رهایی. ببینید هنرمند دولتی که شما میفرمایید یعنی هنرمندی که در حقیقت برنامه‌های دولت رو جلو میبره. ببینید شما در کشور آزاد دولت برنامه خاصی نداره، یعنی یک برنامه کلی برای فرهنگ و هنر داره و اون مملو از آزادی هست. یعنی این آزادی رو به شما میده که هر جوری خواستید رفتار کنید، هر جوری خواستید شعر بگید، ترانه بگید، آهنگ بخونید، جلوتون نمیگیره و این خود به پیشرفت یک مملکت کمک میکنه. در کنارش در مملکت‌های مثل مملکت‌های ما هنرمند اگر بخواد دولتی باشه یعنی باید منافع دولت جلو ببره. معمولا دولت‌های دیکتاتوری که وجود دارن، پس شما منافع اون دولت دیکتاتوری رو به جلو میبرید و جلوی آزادخواهی مردم رو میگیرید. پس بنابراین اون کسی که فرق اون کسی که جلوی خواسته های مردم میگه و با مردم همگام میشه، خب فرقش خیلیه، مخصوصا برای خود مردم. میبینید که به محض که یک هنرمندی حتی فاصله کوچکی از یک حکومت دیکتاتوری میگیره، مردم چجوری ازش استقبال میکنن و چجوری به استقبالشون. پس بنابراین نقش هنرمند که همینجور که فرمودین هنرمند غیر دولتی که طرف مردم هست بسیار نقش بالاییه و امیدوارم که ما بتونیم همگیمون در این راه قدم برداریم. بند دیگر مقاومت که من همکاری داشتم خانم مرجان بودند که من دو کار برایشون ساختم به نام آه گل سرخ که شعرش از آقای حمید نصیری بود و آهنگ دوم به نام برخیز از جا کسفم که شعر اونم باز از آقای حمید نصیری بود. موندنی ترین کتابه، موندنی ترین کتابه. یکی دیگه از خوانندگان مقاومت که من باشون همکاری داشتم خانم گیسو شاکری هستن که با ایشون چند تا کار انجام دادیم، چند تا کنسرت های زیادی با هم دیگه داشتیم. یکی از کارهایی که من برای ایشون انجام دادم یه تنظیمی بود روی یک آهنگی به نام برگ بیدرخت که شعرش مال آقای شفیع کتکنی بود و ما در اون سعی کردیم که مقدار زیادی نوآوری انجام بدیم و من اینو به صورت بیگ بند یا ارکستر بزرگ جاز